سلام، اومدیم به یکی از نمایندگی های شرکت ققنوس که من قبلا توی ویدیویی که لینک کشیم بالا میاد واسه تون توضیح داده بودم که خصوصیتاش چجوریه و توی خرید دستگاه جوجه کشی چه نکاتی باید رعایت کنیم. خب اینجا ما مدل های مختلفی از این دستگاه ها رو داریم و حالا دونه دونه بهتون نشون میدم و میگم بهتون. اول از همه بهتون پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو ببینید، چون یه سری نکاتی که الان میخوام توضیح بدم به اون ویدیو مرتبط میشه و باید اون ویدیو کامل دیده باشید. خب ما همونطور گفتم دستگاه مختلفی داره و واحدهای دستگاه ها به صورت کلی به طبق تخم مرغ هست، ولی خب تخم بلدرچین هم جا میگیره و باید شونه های مخصوص تخم بلدرچین رو توش قرار بدید. این دستگاه دستگاه 126 تایی هست که حدود 252 تا تخم بلدرچین جا میگیره و توی این دستگاه سه طبقه تخم قرار میگیره و دستگاه سه طبقه هست. سیستم چرخشش مناسب هست. این دستگاه همونطور که دارید میبینید سه طبقه داره و توی هر طبقهش یک شانه تخم قرار داره و با بسته به تخمی که میخواید توش قرار بدی باید شانه ها متفاوت باشه. تخم کرب، تخم بلدرچین، تخم مرغ، تخم قرقاول و هر پرنده دیگه که میخواید بذارید باید متناسب با شانش، متناسب با تخمی که میخواید بذارید باشه. الان مثلا بهتون بگم که توی همین یه طبقه ای که هست اگر تخم مرغ باشه 42 تا جا میگیره و اگر تخم بلدرچین باشه حدود 96 تا جا میگیره و این تفاوت اگر که بخواید توی تخم مرغ اصلا جا نمیگیره و اگر بخواید شانه مناسب نظری جای کمتری رو میتونید استفاده کنید و فضای کمتری رو مورد استفاده قرار میدید. همونطور که دارید توی دستگاه میبینید یک عدد فن در پایین دستگاه موجوده که باعث میشه که جریان دما توی دستگاه یکسان باشه و این یکسان بودن دما به چه دلیله؟ به این دلیل که اگر تفاوت دما و رطوبت توی دستگاه موجود باشه این تفاوت دما راندمان جوجه شدن تخم‌ها رو کاهش میده. در طرف چپ و طرف راست دستگاه دیواره‌های موجوده که پشتش هوا جریان داره و باعث میشه که هوا از پایین دستگاه به بالای دستگاه بره. این دستگاه یکی از سایزهای کوچیک دستگاه شرکت ققنوس هست و دستگاه بزرگتری هم داره که حالا در ادامه ویدیو من بهتون نشون خواهم داد. خب این سیستم کنترلی که در اول بهتون بگم روی دستگاه ها یه دفترچه راهنما هم هست، ولی حالا من توی ویدیو هم بهتون توضیح میدم. ببینید زمانی که این دکمه ست رو نگه داریم، خب انتخاب کردن پرنده میاد. حالا ما با دکمه پایین و بالا پرنده های مختلف ها میتونیم انتخاب کنیم. غاز، شتر مرغ، مرغ، مرغ شاخدار و بوغرمون، بلدرچین و بلدرچین که حوزه تخصصی ماست، قرقاول، کپک و اردک و دوباره برگشت از اول. حالا ما مثال میگیریم روی بلدرچین که خودمون دقیقش رو میدونیم. حالا باید دکمه ست رو بزنیم. توی این محله شما باید انتخاب کنید که این تخم الان چند روزه، یعنی اگر که تو محله ستر هست و هچر هست و چند روز تو دستگاه بوده و میتونید روزی که بوده را انتخاب کنید. و حالا به عنوان مثال اگر ببینید رفت روی سیستم هچر و اگر ببینید 14 روز که بره میشه محله ستر و چراغ هچر خاموش میشه. و حالا مثلا اگر بریم رو محله هچر میبینید که خب رفت توی دما و رطوبت هچه. همونطور که میدونید سبد های ستر و هچه متفاوته و ما محله ستر سبد هایی که توی دستگاه هست استفاده میکنیم و سبد های محله هچه از این نوع سبد استفاده میکنیم، چون تخم ها دارن جوجه میشن و باید جوی باشه که بتونن واسن و پایین نیفتن و توی اون شانه ها ممکنه پایین بیفتن. جنس دستگاه جوجه کشی ققنوس پی وی سی هست که یکی از دلایلش این هست که راحت قابل شستشو باشه و اینکه زنگ نزنه و یه حالت ضد قارچ هم هست.
برای تامین رطوبت این دستگاه ها سری قدیم هنوز منبع و سری دستگاه ها تعبیه نشده بود و الان این دستگاه که سری قبلی هست باید یک منبع آب اینجا قرار بگیره و این پمپ اون آب رو بیاره و توی دستگاه رطوبت ایجاد کنه. اما سری های جدید یک منبع اینجا تعبیه شده و شما فقط لازمه که اون منبع رو پر کنید. دیگر دستگاه جوکشی ققنوس هم که توی سازهای مختلف هست مشخصاتش هم همین توی همین دستگاه 126 تاییش هست، ولی توی سازها فرق داره و طبقات مختلف داره. این دستگاه که گفتیم 126 تایی بود و کامل توضیح دادیم بهتون. این دستگاه 168 تایی هست و 4 تا طبقه داره. اگر که میخواید حالا بدونید که چند تا تخمه به چینجا میگیره، من این پایین ویدیو الان بهتون داره میاد متناش. و حالا این دستگاه که با دستگاه بغلش باز شده یکسان هست، دستگاه 210 تایی شرکت ققنوس هست و 5 طبقه داره که توی هر طبقه یک سبد ستر یا هچه جا میگیره. این دستگاه شرکت جوکشی ققنوس که 420 تا تخم مرغ جا میگیره 5 تا طبقه داره که 2 تا سبد توی هر طبقه جا میشه و حالا تعدادی که هر پرنده جا میگیرم داره زیر ویدیو واسهتون میاد. این دستگاه که دارید میبینید 1008 تایی هست و 6 تا طبقه داره، توی هر طبقه 4 تا سبد ستر جا میگیره و 2 تا سبد هچر بزرگ. دو تا نکته باید بهتون بگم که نکته اولش اینه که هنوز دستگاه زیادی هست که از شرکت ققنوس و سایزهای مختلف که حالا من حالت آخر ویدیو بهتون نشون میدم و حالا دستگاه هایی که هست و بهتون نشون دادم و دیگر دستگاه هایی که نشون ندادم سیستم عامل بورد ها و تمام تجهیزاتشون یکسان هست و توی برخی از دستگاه که مثلا دستگاه 1008 تایی میتونه بزرگ، یعنی سیستم رطوبت سازی به عنوان مثال ممکنه بزرگتر باشه و سیستم رطوبت سازیش قوی تر باشه تا بتونه رطوبت یک دستگاه بزرگتر رو تامین کنه. اگر میخواید هر کدوم از این دستگاهایی که توی ویدیو دیدید و دیگر دستگاه‌های این شرکت رو خریداری کنید، حتما توی دایرکت اینستاگرام من پیام بدید تا شامل 5% تخفیف بشید. اما اگر بخواید برید به دایرکت اینستاگرام خود شرکت، ممکنه که اون درصد تخفیف رو نداشته باشید و اون تخفیف از طرف من هست و باید بیاید و از خود من بگیرید تا بتونید اون تخفیف رو بگیرید. دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. تیکه آخرش که توی نمایندگی ضبط کرده بودم خب نشد، یعنی قطع شد و ضبط نشده بود و حالا امیدوارم که به دردتون خورده باشه این ویدیو. اگر که به دردتون خورد یادتون نره که این چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم یاد قرار بدید تا زمانی که ما ویدیوهای جدید منتشر کردیم از این دعوای جوجه کشی و در مورد بقیه مسائل در پرورش انواع طیور شما بتونید بیاید اون ویدیو رو ببینید. من در این قسمت پلیلیست جوجه کشی از انواع طیور و جوجه کشی طبیعی غیر طبیعی و انواع طیور رو بهتون پیشنهاد میکنم که حتما برید و ببینید. مرسی از اینکه این ویدیو دیدید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. پرسود و پردرآمد باشید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.